رفته بودیم تولد مونا جاریم دیگه. مهناز، آی مهناز، باید کامل برات تعریف کنم. چند روزش بعد از شوهرم زنگ زد گفتش که پنجشنبه تولد مونا جونمه، میخوام سورپرایزش کنم، شما بیاید. حالا من همون موقع گفتم خود نقشه موناست، من مونا رو میشناسم دیگه، این یه لیست سیاه داره که عروبت جانسی اسم منم تو اون لیست سیاه هست. هر کاری میکنی که این لیست سیاه رو بچزونه، حتی تولد گرفتنش هم برای چزوندن ماست. آره من میگم دوستان داشتم برم، ولی دیگه برای اینکه کنجکاو شدم چه خبره دیگه، رفتیم و رفتیم. چه گلارایی خانمم، چه گلارایی، چه میوه آرایی، از کف میوه چیده من تا سقف، در و دیوار گل میریخت، فرش قرمز گل چیده بودن. اون وقت شوهرش اینجوری میگه یه ساعتش مونده چینم فرستادم بره خرید، تو یه ساعت این کارو کردم. بابا کار یه هفته است، ما خر نیستیم که میفهمیم. انواع گروه ارکستر، دی جی، هر کی باید خوش این ور ساز میزد، یک اون ور میزد، دی جی از اون ور میزد، فیلم بردار یکی از کف میگرفت، یکی از وسط میگرفت، یکی از سقف میگرفت. دو سه تا فیلم بردار هم رفته بودن چرا پشت سر پشت این درخچه ها قایم شده بودن، انگار دوربین مخفی، حس دوربین مخفی به دست میداد، نمیخواستن چیزی از دست بدن. چه میز شامی چیدن از این سر خونه تا اون سر خونه. آره بابا منم اصلا نشون ندادم من غذا مهمه که. ببین اینقدر سالاد ریختم رفتم جلو خوشم خوردم، گفتم عزیزم من رژیمم، نشون بدن که غذا برام جذابیتی نداره، از گرسنگی هم داشتم میمردم، کاش تولد یکی دیگه بود تا میتونستم غذا میخوردم. ببین کیک رو آوردم 20 طبقه کیک رفتم با نردبون بالا، از اون بالا داشتن نصف میکردن کیک رو، میمدم پایین، دوست داشتم با پا بزنم اون نردبون رو بندازم جفتش رو بیفتم پایین. والا همش میخواست سلیت بانو ما رو بچزونه. بذار اینو برات بگم، دیدی گفتم نقشه بود. ببین بعد از که همه مهمونا اومدن شوهرش رفت اتاق، من در باز بود داشتم میخوندم لبخونی کردن، زنگ زد گفتش مهمونا اومدن پاشو بیا، من میشناسمش دیگه. اومد تو بعد از 3 ساعت 2 ساعت که ما اونجا بودیم، یه ساعت هم قبل شوهرش میگفت رفته بیرون، بعد 3 ساعت 1 کیلو گوجه گرفته دستش اومده که مثلا رفتم خرید، اونم با 7 قلم آرایش با موهای شینی شده با لباس مهمونی. آخه یکی نیست بگه سلیت بانو تو همیشه با تیپ عروسی میری خرید، والا دروغ میگن. من اصلا هیچ کدوم از اینا من ناراحت نکرد تا موقعی که شوهرش بهش کادر داد. تا کادر داد گفتم خار شیروزگار خار، در گوش شوهرم هم گفتم که بفهمه زن مردم چه خرجایی میکنن. ببین بهش یه سرویس مروارید آفریقایی داده بود، بله، تا 10 دقیقه بعدش هم شناسنامه این سرویس برای ما میخونه. اینقدر دوستاشم از این زربینایی که جواهر فروشا دارن، از این دستم بود میرفتم امتحان میکردم ببینم راست میگه نه. بابا دروغ میگن دیگه، برای اینکه مردم بچزونن ما رو بچزونن. خیلی دوست داشتم ها، بله، اینقدر گرسنمه اونجا هیچ نخوردم، دارم از گرسنگی میمیرم. آره بابا ببین زنی مردم چه خرجی میکنن، چه شانسی دارن. اون وقت هفته پیش شوهر من یه تولد برای من گرفت، اندازه کف دست کیک درست کرده بود، کیکش هم کج بود، شمارو گذاشته بود روش، کمو سر میخوردن، شبیه کارتن گربه های اشرافی شده بود که شمو رو خامه سر میخوردن. من از اول تا آخر که شمو فوت کنم اون شم آخری رو میذاشتم اول، دوباره شم آخری رو میذاشتم اول، همینجوری داشتم به این کار شمو مدیریت میکردم. بله دیگه اینا شانس دارن، قربونت برم. بلهش بله بابا ایشه که به این شانس اونا فدای تو بشم. من خودم ناراحت نمی‌کنم اصلا اینجور چیزا من نمی‌چزونه، چه سرویسی براش گرفته بود. باشه قربونت برم، مراقب خودت باش، خداحافظ.